سلام دوستان بسیار بسیار خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال نیکول وب قرار که امروز با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری میتونید از دیسکورد استفاده کنیم همونجوری که میدونید دوره هایی که توی کانال نیکول وب قرار هستش برگزار بشه دوره جاوا الان دوره هستش که به زودی آپلود خواهد شد توی کانال قرار که پشتیبانیش توی سرور دیسکورد نیکول وب باشه پس من تصمیم گرفتم که حتما یک ویدیو راجع به آموزش استفاده از دیسکورد براتون بذارم نرمسار بسیار بسیار خوب و عالی هستش و میتونید ازش استفاده کنید برای اینکه دیسکورد رو دانلود کنید راحت ترین راهی که مد نظرم هست که بهتون بگم اینه که بیاید داخل مرورگرتون و کلمه دیسکورد رو بنویسید خودش براتون اتوماتیک میاره وبسایت دیسکورد رو وارد اولین لینک بشید و اینجا به ما دو تا آپشن میده اجازه میده که دانلودش کنیم یا اینکه توی خود مرورگر از نرم‌افزار استفاده کنیم من میخوام دانلود کنم مستقیم در واقع دیسکوردم رو پس روی دانلود کلیک میکنم و منتظر میمونم که دانلود برای من انجام بشه بسته به سیستم عاملی که دارید میتونید دیسکورد رو نصب کنید روی هم مک و هم لینوکس و هم روی ویندوز موجود هست و میتونید ازش استفاده کنید خب من قبلا نرم رو دانلود کردم و اینجا نصبش کردم من نرم رو باز میکنم بعد از اینکه شما در واقع نصبتون رو انجام دادید و نرم رو دریافت کردید بعد ثبت نامتون رو توی دیسکورد انجام بدید وقتی که ثبت نامتون رو انجام دادید میتونید در واقع از نرمسار استفاده کنید نرمسار نیاز داره که شما حتما حتما ایمیلتون رو هم تایید کنید شما موبایل هم بعضی از اکانت ها میخواد که بعد شما رو موبایلتون رو هم تایید کنید که خوشبختانه شماره ایران هم ساپورت میکنه خب من ثبت نام رو انجام دادم و وارد نرمسار هم شدم میبینید که یک همچین محیطی رو به من نمایش میده برای اولین بار وقتی که شما وارد دیسکورد بشید وقتی که هیچ در واقع چنل یا در واقع کاری رو انجام نداده باشید با همچین صفحه رو برو میشید که اینجا یک سری هینت آموزشی هم میاد که میتونید اسکیپشون کنید چون بهشون نیازی نداریم توی قسمت سکشن فرند که داره به ما نشون میده ما اینجا میتونیم دوستام رو در واقع اد فرند کنیم خیلی راحت میتونید شما با گرفتن آیدی شخص و اون تگی که هستش هر اسم توی دیسکورد یک تک هم داره برای مثلا اگر این رو بزنم و کپی بشه اینجا که قرارش بدم میبینید یک تگ هم به من نشون بده که اینجا عبارت 22986 من میتونم بیام و اون یوزری که حالا مد نظرم هست رو اد کنم داخل دیسکورد تو قسمت بلاکت شما در واقع اون کسایی که بلاک کردین رو بهتون نشون میده میتونید اینا رو مدیریت کنید فرندایی که بلاک کردین رو توی قسمت پن، پندینگ یا پندینگ شما اینجا میتونید در واقع لیست کسایی که بهتون ادفرند دادن یا اینکه شما بهشون ادفرند دادید ولی هنوز جوابی رو دریافت نکردید و یا در واقع اونا رو اکسپ نکردید رو اینجا ببینید قسمت آل هم که تمام فرندهایی که دارید رو بهتون نشون میده و قسمت آنلاین فرند رو بهتون نشون میده که در حال حاضر توی دیسکورد آنلاین هستن خب من نمیخوام با همه بخش های دیسکورد آشنا بشیم صرفا میخوام با اون مقدمات در واقع استفاده از دیسکورد آشنا بشیم اون مباحثی که خیلی مهم هست رو خدمتون میگم خب حالا چجوری میتونید داخل سرور نیکول وب در واقع جوین بشید من یک لینک اینوایتری رو آماده کردم که زیر این ویدیو براتون قرار میدم توی توضیحات ویدیو و میتونید ازش استفاده کنید کافیه که لینک رو کپی کنید و توی قسمت اد سرور جوین سرور رو بزنید و اینجا از شما اینوایت لینکی رو میخواد که الان ما کپی کردیم این اینوایت لینک ما ازش خب من این رو کپی میکنم و اینجا قرارش میدم وقتی که روی جوین بزنم برای من وارد سرور نیکول وب میشه که همونجور که میبینید ویلکام سکرین رو هم توسط باد دریافت میکنید و به سرور در واقع جوین میشید وقتی که روی سرور در واقع کلیک کردید و جون شدید یک سری چنل ها اینجا برای شما قابل مشاهده هستش برای مثال روی قسمت ولکام اگر کلیک کنید که به صورت دیفالت هم وارد همین بخش میشید کسایی که وارد سرور شدن رو میتونید مشاهده کنید برای مثال الان من آیدیم تست یوزر هست اینجا من نشون میده که شما وارد سرور شدید توی قسمت بعد توی قسمت در واقع ممبر شما میتونید تعداد کسایی که داخل سرور هستن رو مشاهده کنید تعداد روبات های سرور و همچنین تعداد رول های موجود توی سرور که حالا من راجع به رول ها بعدا صحبت خواهم کرد و وقتی وارد سرور شد یک توضیح رو اگر خواستید بهتون میدم فقط در همین حد بدون که رول ها یک سری در واقع پرمیشن ها رو به کاربرها میدن یک سری دسترسی ها رو شما میتونید با استفاده رول ها ایجاد کنید برای مثال میتونید ادمین مثلا توی سرورتون انتخاب کنید کسی که قابلیت مثلا هست کردن دیگران رو داشته باشه یا اونا رو میوت کنه یا اونا رو موف کنه توی چنل های مختلف انجور مسئله که شما میتونید با رول ها این قابلیت ها رو روی کاربرتون مدیریت کنید یه قسمت رنگ هست پس توی سرور که وقتی شما فعالیت انجام بدید و در واقع اکتیو باشید توی سرور رنگ انجام میشه و رنک شما توی سرور به بالا میره و خب یک سری ریوارد ها رو هم در نظر گرفتیم که شما با انجام دادن حالا فعالیت های مختلف میتونید اون ریوارد ها رو هم کس کنید و رنگ آپ انجام بدید و رول مختص با اون رنک آپ رو هم قطعا دریافت میکنید یک قسمت نیکل وب سوشال مدیا هستش که اینها رو اگر روی خود کتگوری ها کلیک کنید ببینید الان مثلا من روی این کلیک کنم این حالت کلپس میشه ببینید بسته میشه یا میتونم بازش کنم پس اینها رو هم میتونید انجام بدید که اینجا یک کینتی به ما داره میده که اکسل توضیحات رو میده من اسکیپ آل تیپس رو میزنم که دیگه این پیغام ها به من نمایش داده نشه توی قسمت نیوز اگر اخبار راجبه کانال نیکول باشه یا حالا ایونتی باشه من توی قسمت نیوز اعلام میکنم توی نیکل وب ویدیوز میتونید بیاید ویدیوهایی که توی کانال منتشر شده رو مشاهده کنید هر ویدیویی که منتشر بشه اینجا قرار میگیره و میتونید ازش استفاده کنید همچنین توی اینستاگرام پست اگر برید پست های مرتبط با حالا پیجمون اینجا آپلود میشه میبینید که آخرین پستی که گذاشتیم هم همین پست هستش و توی قسمت کورسز میتونید به دوره های دسترسی داشته باشید ما توی نیکول وب پنج تا دوره رو به صورت کامل تمام کردیم آموزش HTML, CSS, Flexbox, CSS Great و آموزش مقدماتی Elementor به زودی دوره جاوازکیپ رو هم شروع خواهیم کرد که شما میتونید با مراجعه به دیسکورد از زمان آپلود شدن دوره هم با خبر بشید تعداد سابسکرایب چنل رو اینجا مشاهده میکنید که این تعداد سابسکرایبر های چنل یوتیوبمون هست و این هم تعداد ویو ها که اینجا میتونید بهش دسترسی داشته باشید یکی از بخش های خیلی مهمی که باید شد که من این سرور رو درست کنم بخش حل تمرین و ارسال تمرین ها هستش که شما میتونید توی قسمت کورسز پرکتیس بیاید و الان مثلا برای دوره جاوا اسکریپت که هنوز ما شروع نکردیم یک سری تمرین ها رو من در نظر گرفتم که شما میتونید این تمرین ها رو انجام بدید همچنین جواب تمرین ها هم موجود هست یعنی من برای هر تمرین اینجا ریپلای کردم و تمرین رو اون جوابی که حالا باید نوشته بشه رو نوشتم و میتونید ازش استفاده کنید ولی خب سعی کنید که اگر توی این دوره ها دارید شرکت میکنید در واقع تمرین ها رو خودتون انجام بدید و اگر موفق به حالا حل کردنش نشدید بیایید و از این هینت هایی که حالا اینجا قرار دادیم کمک بگیرید و به جواب برسید قسمت بعدی قسمت در واقع تیکت هستش که شما توی قسمت تیکت ها میتونید بیاید پیغام خودتون رو ارسال کنید اگر سوالی دارید راجع به چنل یا حالا دیگر موارد اینجا میتونید توی قسمت تیکت ها بیاید و اون رو بیان کنید وقتی که روی کری تیکت بزنید برای شما یک تیکت باز میشه که میاد این بالا قرار میگیره و هر پیامی که اینجا ارسال کنید برای من داخل سرور قابل مشاهده و برای بقیه ادمین ها قابل مشاهده هستش و شما میتونید حالا اون سوال هایی رو که مد نظرتون هست رو بپرسید در انتها هم اگر خواستید که حالا اون تیکتتون رو ببندید روی کلوز که کلیک کنید تیکت برای شما بسته میشه و از این قسمت هم حذف میشه Uh, یک قسمتی هست به نام پابلیک روم که شما توی پابلیک روم ها میتونید uh, بیاید با بقیه کاربرها چت کنید توی پابلیک تکس ها و همچنین میتونید جوین پابلیک وویس ها بشید که با بقیه کاربرها صحبت کنید و تعامل داشته باشید من برای مثال وارد پابلیک وویس میشم وقتی پابلیک وایس رو وارد بشید زمانی که صحبت میکنید دور اون آواتاری که شما در واقع دارید سبز میشه یعنی به این مفهوم هستش که شما دارید در واقع داخل چنل صحبت میکنید یک سری قابلیت هم داره که اینجا این پایین قرار گرفته وقتی که حالا صحبت دارید انجام میدید اگر میخواید صداتون برای کار برای دیگه نره میتونید روی گزینه میوت کلیک کنید و زمانی که یه دکمه میوت کلیک کنید دیگه این قسمت برای شما سبز نمیشه و علنا میکروفون شما بسته هستش یا زمانی که توی چنل قرار گرفتید و دیگران دارن صحبت میکنن اگر نمیخواید صدای اونها رو بشنوید میتونید روی دیفن کلیک کنید که دیفن به این معنی هستش که شما دیگه هیچ صدایی رو نمیشنوید و وقتی که روی آن دیفن کلیک کنید مجددا برای شما صداها قابل شنیدن هستش ستا پابلیک وایس هستش و ستا پابلیک تکس که میتونید از اینها استفاده کنید اگر در حال کد زدن هستید میخواید از موزیک لوفای یا حالا موزیک های دیگه لذت ببرید میتونید توی قسمت کتگوری چیل بیاید و روی حالا چنل لوفای در واقع آل تایم یا 24 هفت که اینجا برای شما موزیک پلی میشه میتونید با کلیک روی خود بات یک راست کلیک کردن یوزر ولوم رو هم کم کنید که الان من یوزر ولوم این بات رو کم میکنم و در واقع میتونم بهش دسترسی داشته باشم چند پایین هم مجددا به صورت ساعت 24 ساعته در هفته هفته بر شما موزیک پلی میکنه و میتونید از این دوتا چنل هم استفاده بکنید حالا برای خود یوزرها هم یک سری قابلیت ها دارید برای مثلا این ها بات هستن ولی خب حالا من میگم میتونید روی پروفایل کلیک کنید پروفایل یوزر رو ببینید میتونید پیام بهش بدید و موارد دیگه که حالا اگر راهنمایی خواستید راجع به این دست از مسائل میتونید حتما تو قسمت تیکه ها از من بپرسید که بهتون پاسخ میدم یک قسمت AFK هم داره چنل که AFK به معنای دور بودن از کیبورد هستش مخفف دور بودن از کیبورد وقتی شما فعالیت تو سرور انجام نمیدید توی ویس چنل ها منتقل میشید به قسمت AFK که اینجا نشون میده به کاربران دیگه که شما در حال حاضر پشت کامپیوترتون نیستید و اکتیو نیستید خب این از چنل های در واقع خود میشه گفتش که نیکول ویب حالا ایک سری ستینگ ها داره که من این رو خدمتون سریع عرض کنم توی قسمت یوزر ستینگ اگر وارد بشید میتونید اکسر تنظیمات رو اینجا ببینید برای مثال البته این الان روی استریمر مود هست بذارید من رو آف کنم توی قسمت خب اینجا من آفش کنم که به من نشون بده بعد توی قسمت مای اکان شما میتونید ادیت یوزر پروفایل رو بزنید و در واقع رنگ بنر سرورتون رو تغییر بدید حالا اون رنگ که مد نظرتون هست میتونید یک about me بنویسید درباره شما اینجا بنویسید و یک ویژگی خاصی که دیسکورد داره این هست که شما میتونید با تهیه سرویس نایترو یا همون نیترو دیسکورد بیاد یک سری امکانات و فیچرهای اضافه رو دریافت کنید که میتونید حالا این در واقع قابلیت رو از توی وبسایت های ایرانی اگر نمیتونید پرداخت ارزی داشته باشید از توی وبسایت های ایرانی خریداری کنید و یک قسمت دیگه هم که داره این رو من ریست کنم توی قسمت سرور پروفایل اینجا هم میتونید تغییرات رو انجام بدید اما خب این قسمت نیاز به دیسکورد نایترو داره حالا بقیه این موارد رو باش کاری نداریم یک بخش خیلی جذابی که حالا دیسکورد داره قسمت کانکشن هستش که شما میتونید شبکه های اجتماعیتون رو متصل کنید به دیسکورد مستقیما که از در واقع شبکه های مختلف پشتیبانی میکنه برای مثال اسپاتیفایتون رو میتونید لینک کنید اگر اسپاتیفایتون رو لینک کنید اگر موزیکی داخل اسپاتیفای در حال گوش دادن باشید بهش برای بقیه کاربرها نمایش داده میشه تو توی فلان کوست که اینجا میتونید تنظیماتش رو انجام بدید و یک بخش خیلی مهمی که میخوام راجع به صحبت کنم قسمت وایس ام ویدیو هستش که شما اینجا میتونید تنظیمات خروجی و ورودی میکروفونتون رو و هدفونتون رو انجام بدید توی قسمت اینپوت میتونید انتخاب کنید که میخواید صداتون از کدوم میکروفونی که دارید پخش بشه اگر به صورت دیفالت انتخاب کنید اون میکروفونی که به صورت دیفالت توی تنظیمات ویندوز سلکت شده برای شما انتخاب میشه و میتونید ازش استفاده کنید اگر نه میخواید خودتون انتخاب کنید میتونید میکروفون هایی که اینجا دارید رو یکی رو انتخاب کنید و ازش استفاده کنید الان من چون دوتا میکروفون دارم اینجا با من دو تا میکروفون رو داره نمایش میده توی قسمت آوتپوت اگر برید اینجا خروجی صداتون رو میتونید انتخاب کنید که یا از طریق اتفونتون باشه یا اسپیکر باشه یا حالا بقیه دیوایس هایی که اینجا دارید اینجا خروجی که شما امکان استفاده ازشون دارید رو نشون میده ولی این رو بذارید به صورت دیفالت باشه چون صدای ویندوزتون روی هر پلتفرمی باشه روی همون برای شما اتوماتیک انتخاب میشه و میتونید اینجا صداها رو اوتپوت و اینپوت رو افزایش بدید اگر اوتپوت رو افزایش بدید صدای کاربران برای شما افزایش پیدا میکنه و اگر اینپوت رو در واقع افزایش بدید صدای میکروفون شما تقویت میشه و کاربران میتونن صدای شما رو بلندتر یه قسمت جالبی هم داره که قسمت مایک تست هستش که شما میتونید اینجا میکروفونتون رو تست کنید ببینید آیا صداتون برای بقیه کاربرها میره یا نه خود اینپوت مود یا همون در حالت صحبت کردن برای شما دو تا آپشن قرار دادی یک گزینه پوش تو هستش یعنی زمانی که شما یک دکمه ای رو بزنید و نگر دارید میتونید وایس بدید یا که حالت وایس اکتیویتی باشه حالت وایس اکتیویتی حالتی هستش که شما زمانی که صحبت میکنید اتوماتیک تشخیص میده و اگر به این خط سبز دقت کنید من زمانی که صحبت میکنم این خط برای من در واقع به این صورت پدیدار میشه و نشون میده که من دارم در حال حاضر صحبت میکنم گزینه پوش تو تاک رو اگر انتخاب کنید حالتی هستش که شما میتونید برای حالا پوش تو تاکتون یک شورت کارت انتخاب کنید و زمانی که اون شورت کارت رو نگه میدارید و پوش میکنید صحبت برای شما باز میشه و شما میتونید صحبتتون رو انجام بدید قسمت در واقع ویدیو, ویدیو سیتینگ رو هم اینجا داریم که میتونید کمراتون رو تست کنید و حالا آپشن هایی که برای وبکم اینجا برای شما در نظر گرفته حالا ما به بقیه بخش کاری نداریم فقط بخش کی بایند هم میتونید شما بیاید و یک در واقع فانکشن ها رو تعریف کنید مثلا یک دکمه رو اینجا با استفاده از ادکشن میتونید اضافه کنید مثلا من میخوام یک دکمه برای تاگت میوت داشته باشم یعنی زمانی که این دکمه رو فشار دادم میکروفونم میوت بشه من گزینه در واقع جایی با ریکورد رو بزنم مثلا من روی کیبورد او رو انتخاب میکنم بریم این رو با هم تست کنیم بریم چه جوری عمل میکنه برمیگردم و اگر دقت کنید اگر من وارد یکی از پابلیک وایس ها بشم اینجا وقتی او رو بزنم میبینید ما کم بسته میشه حالا اینجا داره برای من چت رو هم انجام میده و یکی از قابلیت هم همی هم که داره اگر میخواید از سرور برید بیرون از اون ویس چنل کافیه که اینجا روی دیسکانکت کنید و از اون ویس چنل میتونید برید بیرون این هم از حالا یک آموزش مقدماتی دیسکورد یک آموزش کار با دیسکورد که امیدوارم ازش لذت برده باشید حتما توی کانال دیسکورد نیکل وب جوین بشید چون هر آموزشی رو که ما قرار بدیم قرار هستش که پشتیبانیش توی سرور دیسکورد باشه و خب یه سری برنامه هم داریم که با هم دیگه تعامل میکنیم و پیشرفت میکنیم و در واقع از این سرور استفاده میکنیم فقط یک سری نکات رو هم بهتون بگم روی گزینه شما برلیس اگر کلیک کنید کسایی که توی سرور آنلاین هستن رو اینجا بهتون نشون میده و افرادی که حالا توی سرور هستن هم توی قسمت آفلاین ها قابل مشاهده هستن این عبارت باتی که بغل در اسم بعضی از یوزر ها میبینید نشان دهنده این هستش که این کاربر نیست و این یک ربات برای سرور هستش و وقتی که وارد سرور میشید رول نیو میگیرید که اینجا اگر من ببینم که کسی وارد سرور شده باشه جدیدن بسته به حالا اون نوع توانایی که داره یا حالا اون فیلد کاری که هست من بهش رنگ های مرتبط به در واقع اون بخشی که حالا فیلدی که فعالیت میکنه رو میدم و میتونه در واقع اون رول ها رو هم داشته باشه ولی مثلا رول گیمر هم داریم توی چنل اگر در واقع گیم پلی میرید میتونید رول رو هم دریافت کنید و لابی های مربوط به گیم رو هم اینجا داشته باشید و حالا با میگم به اون فیلد کاری که توش کار میکنید میتونید رول هاتون رو دریافت کنید از سرور استفاده کنید راجبه مسیج ارسال کردن هم خب خیلی طبیعی هست که شما میتونید پابلیک تکس ها رو انتخاب کنید و روی هر کدوم که کلیک کنید میتونید توی اون بخش توضیحاتتون رو بنویسید یا از ایموجی ها استفاده کنید یا که از استیکر یا گیف ها که البته یک سری از قابلیت هاش نیازمند داشتن دیسکورد نایترو هستش یا اینکه میتونید یک اشتراک که در واقع نایترو به دوستانتون از این قسمت گیفت کنید و همچنین میتونید از قسمت آپلود فایل اکس یا حالا اون موزیک یا حالا اون فایلی که دلتون میخواد رو اینجا به اشتراک بگذارید فقط نکته ای رو باید بهتون بگم که بیشتر از 8 مگابایت مگا شما نمیتونید آپلود بیشتری رو داشته باشید از این حجم اگر بخواید اپلودتون حجمش بالاتر بره و محدودیتش پرداشته بشه میتونید از سرویس دیسکورد نایترو استفاده کنید ولی خب در مجموع اونقدر میشه گفتش که هنوز فیوچر زیادی بهش اضافه نشده باشه که شما بخواید توی حالت عادی از دیسکورد نایترو استفاده کنید البته اگر کاربره در واقع نیوی هستید و اگر نیاز داشته باشید میتونید اشتراک رو هم دریافت کنید صحبت دیگه باقی نمیمونه امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه فراموش نکنید که کانال شبکه اجتماعی ما و پیج اینستاگرام ما بشید لینک هاشون توی دیسکریپشن ویدیو هست و میتونید از اون بخش ها هم استفاده لازم رو ببرید اگر دوست داشتید هم میتونید کانال رو سابسکرایب کنید اگر با من آشنایی ندارید ما توی نیکول وب مربوط به طراحی سایت وردپرس و طراحی رابط کاربری رو قرار میدیم و میتونید از این دوره ها هم بهره مند بشید صحبت دیگه باقی نمیمونه تا جلسه بعد و آموزش دیگر خدا یار نگهدارت